درس دهم، قسمت سوم. با سلام و درود خدمت دوستای عزیزم، امروز باقی درس دهم رو با هم کار میکنیم. جلسه های قبل من راجع به پرفکت باهاتون صحبت کردم، ساخت پرفکت که اصلا پرفکت چی است، یعنی گذشته، یعنی ماضی نقلی، حالا ما تو فارسی یعنی بخوایم مقایسش بکنیم، و اینکه گفتم چطور ساخته میشه. گفتم جای دوم هابن یا زین قرار میگیره، قسمت سوم هم پارتیسیپ پرفکت قرار میگیره. هابن و زین اگه فعلمون حرکتی بود از زین وی حرکت بود، غیر حرکتی بود از هابن استفاده میکنیم. ساخت پرفکت رو هم با قاعده ها رو گفتم چجور ساخته میشه، بی قاعده ها رو هم گفتم که باید از حفظ بکنیم. انتهای کتابتون صفحه 250، همین کتابی که الان من دارم کار میکنم، صفحه 250 یک سری افعال هستش که افعال بی قاعده است. این برای شما هم گذشته سادهش رو نوشته، هم اسم ماضی اسم مفعولش رو نوشته، پاتس پرفکتش رو نوشته. خب اینا بی قاعده ها. بعد یک ببینید اینجا مثلا بیتن، خب بیتن گذشتهش میشه بود. این برته اینجا نوشته، این چیه؟ این کانیونتیو دوشه که هنوز خیلیاتون نخوندین، حالت کانیونتیو دوشه. بعد گبوتن، گبوتن اسم مفعولشه، خب اسم مفعولشه. اینجا علاوه بر اینکه به شما این اطلاعات رو داده، افعالی رو هم که قسمت سومشون یعنی سوم شخصشون فرق میکنه، بیقایدن و قسمت سوم شخصشون فرق میکنه براتون نوشته. مثلا اسم سوم شخصش میشه ایست، براتون نوشته. خب اسن آس خورد، گگسن خورده است. فارن مثلا فارن یعنی حرکت کردن، قسمت سومش فرق میکرد شد فرد، ایش فاره دو فرست ار فرد، قسمت سومش رو نوشته براتون. بعد فور ایست هات گفارن. حالا ایست و هات چیه بچه ها؟ ببینین اینجا مثلا یک فعلی رو که حالا شما بلدین، مثلا گهن، گهن حرکتیه، درسته؟ گهن حرکتیه، گذشتش میشه گین. بعد اینجا چون که گهن با زین میاد، اینجا زین رو می نویسته براتون، نوشته است، یعنی اینکه این با فعل زین میاد. حالا صرف میشه، اگه مثلا ایش بود میگه ایش بین گگانگن، دو بود میشه دو بیست گگانگن، یعنی این فعل صرف میشه. ولی سوم پارسی پرفکته به همین شکل برای همه اشخاص به همین شکل میاد، تغییری نمی کنه. خب بعد بس جاها حالا و هابن، چون که بیشترشون با هابنن، هابن رو دیگه نمی نویسه، یعنی بیشترشون هابنن، فقط اونه که زینن اونا رو نوشته. بعد بعضی جاها هم زین هم هابنه. خب یه افعالی هستن که معنی هاشون فرق میکنه، مثلا یه جا حرکتیه یه جا غیر حرکتیه. اگه حرکتی بود حالت زین رو براش استفاده میکنیم، غیر حرکتی بود از هابن براش استفاده میکنیم. خب پس اونجایی که هم هابن و هم زین بود تعجب نکنیم. خب حالا جایی که هر جایی که بهش برخوردیم بهتون میگم. خب بریم سر درس خودمون، نمونم درس خودمون فرق نمیکرد، سر تمرینامون. سه تا تمرین مونده بود که اینجا من براتون کار میکنم اینا رو. توش نکات داره که دوست دارم که این نکته رو توضیح بدم، چون دیگه حالا ما جای دیگه با پرفکت کاری نداریم، درسمون تو همین درس ده هست، دوستم کاملا براتون جا بیفته. خب دوستان، اوبنگ اینز بیلدن سی دست پرفکت، پرفکت بسازید. گیزلا شرایب میا اینن ریف، گیزلا شرایب میا اینن ریف. شرایبن نوشتن، چیزی رو به کسی، چی رو؟ نامه رو. به کی؟ به من. حالا میخواییم بگیم یعنی این زمان حاله، گیزلا به من یه نامه می نویسد، گیزلا به من یه نامه نوشت. حالا میخواییم بگیم گیزلا به من یک نامه نوشته است. اینجا تنها چیزایی که تغییر میکنه همون فعلمون هست. خب یعنی میا اینن بریف، آکوزاتیو و داتیو و اینا همون شکلی میمونن، تغییر نمیکنن، فقط فعلمون تغییر میکنه. ما اینجا شرایبن رو برمیداریم از اینجا،
اینجا به جای این تو جای دوم از هابن یا زین استفاده میکنیم. اینجا چون فلمون شرایبن هست، غیر حرکتی هست، از هابن استفاده میکنیم. گیزله هات میا اینن بریف. حالا اینجا باید شما حفظ شده باشین که شرایبن، شرایبن پارسی پرفکتش چیه؟ شما الان چون به پارسی پرفکت احتیاج دارین، الان هنوز حفظ نیستین، یاد نگرفتین، میاین اینجا دوستان، الان براتون توضیح میدم که اینا چیه. میاین اینجا دنبال شرایبن میگردین که پیداشم نمی کنین. چرا پیداش کردین؟ شرایبن گذشتش میشه شریب، اسم مفعولش میشه گشریبن، پس میشه گیزله هات میا اینه بریب گشریبن. دوستان ببینین اینجا، اینجا اینا که میبینین به این قسمت توجه نکنید، اینا گفته که چجوری تغییر کرد. حالا شما به این قسمت توجه کنید، زمان حال یعنی مصدر فعل، بعد گذشته ساده، بعد اسم مفعول. اینجا با هابن و زینش رو نوشته، اینجا شما میتونید رو از حفظ بکنید. بلیبن بلیب ایست یه بلیبن، جهود بلیبن همیشه با زین میاد. جمله بعدی ا بیت دمگاس این تگارت آن، فعلمون چیه؟ آن بیتن، آن بیتن این تعارف کردن چیز رو به کسی، چی رو؟ سیگار رو، به کی؟ به مهمان. خب الان شما باید دنبال بیتن بگردید، نه آن بیتن، باید دنبال بیتن بگردید. هر وقت بیتن رو پیدا کردید، اون آن چون جدا شدنیه، اون آن رو سرش میذارید، یعنی بیتن هرچی که بود، شما هر چقدر دنبال آن بیتن بگردین توی کتاب پیدا نمی کنین. باید دنبال چی بگردین؟ دنبال بیتن بگردین. اینجاست بیتن، بوت یه بوتن. خب حالا ما آن داشتیم اولش، میگیم آن یه بوتن، متوجه شدین؟ پس اگه ما جدا شدنی بود فعلمون، اون مصدر رو پیدا میکنیم، بعد اون فورزیلبر رو باهاش اولش قرار میدیم، میخونیم آن یه بوتن. خب پس شد ا بیتت. حالا اینجا چرا بیتت شد؟ چون ار سبب شخصه، ار هات. اینجا اینه گفتم که از باید هابن یا زین ما مطابق نومیناتیو ما صرف بشه، اینجا سبب شخصه، پس میشه ار هات. بیتن رو نمیگیم اینجا، احاد دمگاست این سیگارت آن یه بوتن، آن یه بوتن. درسته؟ خب همولا سید این منتل زین منتل آوز آوز سیهن، آوز سیهن، آوز سیهن یعنی اینجا به معنی درآوردن لباس هستش، به معنی اسباب کشی هم میشه، ولی اینجا نگاه کنین میگه مانتوش رو در آورده، در آورده. اینجا میگه در میاره، هرمولا سی زین مانتل آوس، مانتوش رو بارونش رو در میاره، ولی میخوایم به اینکه مانتوش رو در آورده است گذشته. میگه که هرمولا چون سوم شخصه و آوس سیهن با هابن اینجا باید استفاده بشه، هرمولا هات زینن منتل آوز یت سوگن. شما باز باید دنبال سیهن بگردین. خب سیهن میشه سوگ یا سوگن، آوز یت سوگن، باز اینجا دنبالش میگردین، پیداش میکنین. و چون من چون که اینا فرزیل بداره، میخوام که دقت بکنین که چطوری افعالی که فرزیل بداره باید پیدا بکنین و دقت بکنین که چطوری درست صرف میشه. سیین سوگ گت سوگن، سوگن گت سوگن. ببینین یه آوس هم اول اون داشتیم دیگه، آوس سی. اینجا سیین خالیه ولی ما آوس سیین داشتیم، پس سیین رو که پیدا کردیم مشکلمون حل میشه، یه آوس هم اولش میذاریم میشه آوس گت سوگن، آوس گت سوگن. متوجه شدین پس نکه فرزیل بداره چطوری صرف میشه. بیاش لیسن دیفنس دا اون دی توا،
ما میبندیم پنجره ها، ببینید چرا میگم پنجره ها، این که خب خودش فنستر دیگه، درسته؟ هیچ تغییر نکرد، من تو فنستر آرتیکلش داس هست، ولی اینجا گفته دی فنستر. پس جمعه یش لیسن دی فنستر اون دی تو، ولی تو مفرده، اگه جمع بود میشد دی تورن، دی تورن، ولی مفرده. ما میبندیم پنجره ها و در رو. Wir haben die Fenster und die Tür geschlossen. ببینید باز اینجا چون wir هست ما haben استفاده میکنیم. Wir haben die Fenster und die Tür geschlossen. Die Frau findet den Schlüssel nicht. Die Frau findet den Schlüssel nicht. Die Frau ist ein Schatz. Die Frau hat den Schlüssel nicht gefunden. نیست رو میگیم، گفوندن رو میاریم آخر. اینا رو دوستان نگید گفوندن ها کجا آوردنا، حفظ کردیم، حفظ کردیم. اگه شما هنو حفظ نیستیم میتونید از تای کتابتون تای ورتر بخایی که هستش، تای ورتر بخام همه رو نوشته و یه حالا یه مقدارش هم تو هم درس خودتون نوشته، حفظ کنیم. خب نیست گفونده. دیشتیم دسمانس کلینگ سونیش، میگه که صدای مرد خیلی خشمناک و غضبناک تنین انداخت. دشتیم دسمنس یعنی صدای مرد، این همشون با هم دیگه یک قسمت هستن. دشتیم دسمنس میگه که صدای مرد کلینگ، کلینگن، کلینگن یعنی تنین انداختن. سورنیش خیلی خشمگین تنین میندازه، زمان حاله. حالا ما میخواییم نو پارتی پرفکتش کنیم، میگیم دشتیم دسمنس هات سورنیش hat zornig geklungen, geklungen. باز اینجا هستش نگاه کنید، geklungen. trinkt er keine Milch zum Frühstück? trinkt er keine Milch zum Frühstück? یه سوالیه دوستان، میگه که شماها برای صبحانه شیر نمی نوشید؟ پس ما هم اینجا باید فعلمون رو اول بیاریم، میگیم که habt ihr keine Milch zum Frühstück getrunken. habt ihr haben رو اول میاریم. habt ihr keine Milch zum Frühstück؟ برای صبحونه شیر ننوشیده اید؟ sie trifft Gisela vor dem Kino. او ملاقات میکنه گیزلا رو جلوی سینما. sie hat Gisela vor dem Kino getroffen. Der Vater spricht mit dem Lehrer. پدر با معلم صحبت میکنه. فعلمون sprechen هستش. میگیم که der Vater hat mit dem Lehrer gesprochen. 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 Nummer 10. Er nimmt ein Buch aus dem Regal. او برمیداره یک کتاب از قفسه. hat بنین nimmt سوم شخصه. بلمون نیمن بوده، بیقایده بوده، شده نیمت. پس ما دنبال نیمن میگردیم، خب؟ نه دنبال نیمت. hat ein Buch aus dem Regal genommen. او یک کتاب از قفسه برداشته است. نمبر 11. Herr Braun hilft seiner Frau. آقای براون کمک میکنه به خانومش. خب؟ کمک کردن، داتیو میخواد، به کسی کمک کردن. بی حرکته، حرکتی نیستش، بس از هابن استفاده میکنیم، سوم شخصه. میگیم هر براون هات زینر فراو گهولفن، گهولفن. ار ویف زوی گلد شتوک این، ار ویف زوی گلد شتوک این، این ورفن، باز دنبال این ورفن میگردیم. او میندازه دو تا گلد شتوک، حالا هر جای داخلی یه چیزی انداختن، داخل قلک داخله. خب هات زوی گلد شتوک این، این ببینیم باز اینجا چیه، جدا شدنیه. گورفن، این گورفن یا این گورفن. Der Hauptfilm beginnt um 9 Uhr.
فیلم اصلی شروع میشه ساعت 9. حالا میخوایم بگیم شروع شده، مثلا یه نفر میاد ساعت 10 میاد، میگیم کی فیلم شروع شده، میگه ساعت 9 شروع شده. Der Hauptfilm hat um 9 Uhr begonnen. Begonnen. اینجا به ا جدا نشدنی begonnen. Sprechen Sie mit meinem Vater? با پدر من صحبت میکنید؟ خب اینجا با سوالیه، ما اینجا پس مجبوریم هابن رو اول بیاریم. هابن زی میت مینم فاتر گشپروخن، با پدر من صحبت کردید؟ هابن زی میت مینم فاتر گشپروخن، با پدر من صحبت کردید؟ ویر هلفن اینن اون شرایبن دن بریف فور زی. ویر هابن اینن گهولفن اون هابن دن بریف فور زی گشریبن. میتونیم هابن رو هم تو جمله دوم نگیم، حذفش کنیم، هر دو مدل میشه. خب اوبن 2 بیلن زی دست پرفکت. در کافمن لیست دست تلگرام لزن. خب شده لیست، قسمت سوم شده لیست. در کافمن هات، چون سوم شخصه، دست تلگرام یه لزن. ایش زی آف ماین اوا، ich sehe auf meine Uhr. Ich habe auf meine Uhr gesehen. Wir essen heute Fisch zum Mittag. امروز ما برای نهار، zum Mittag نهار، ماهی میخوریم. Wir haben heute Fisch zum Mittag gegessen. Ich gebe dir mein Buch. من به تو کتابم رو میدم. خواهم بگم کتابم به تو دادم، میگیم ich habe dir mein Buch gegeben. Ich sitze im Sessel und lese die Zeitung. Ich habe im Sessel gesessen und habe die Zeitung gelesen. باز اونجا میتونیم haben رو نگیم، دوم، تو جمله دوم. Und habe die Zeitung gelesen. Die Uhr liegt auf dem Nachttisch. ساعت روی نختیشه. Die Uhr hat auf dem Nachttisch gelegen. Liegen, lag, gelegen. Hans wäscht sich das Gesicht und die Hände. میگه Hans میشوره صورت و دست ها رو. Hans hat sich das Gesicht und die Hände gewaschen. Wann fängt der Unterricht an? دوباره جدا شدنیه. Wann hat der Unterricht angefangen? خب اینجا وفراگه آورده، سوالیه ولی وفراگه آورده. ما وان رو میذاریم سر جاش بمونه، جای دوم فعل هابن رو میگیم، آخر سر اسم مفعول. وان هات در اونترریشت انگفانگن. نمبر 9 در هر روفت این تاکسی اون فر زوم بانهوف. آقاه یه تاکسی صدا میزن و میره بانهوف، میره به راه آهن. در هر هات این تاکسی گروفن اون ایس زوم بانهوف گفارن، چون که فارن با فعل زین میاد. خب فارن با فعل زین میاد، پس میگیم ایست زوم بانهوف گفارن. وی هایستن دیزر من، وی هایستن دیزر من، اسم این آقای چیه؟ وی هایستن دیزر من، وی هایستن دیزر من. ببینید باز اینجا وی آوردیم، بعدش فعلمون میاد، وفقای است. وی هات، چرا هات؟ چون که دیزر من سوم شخصه. وی هات دن دیزر من گهیسن. این مرد چه نامیده شده است؟ دی پولیسای فنگ دن دیپ، دی پولیسای فنگ دن دیپ. پولیس دوز رو میگیره. Die Polizei hat den Dieb. Die Polizei hat den Dieb gefangen.
گفانگن. ببینین فنگت در واقع فعلمون چیه؟ فانگن هستش. چرا شده فنگ؟ چون که سوم شخصش اینطوری صرف میشه، دی پولیسای سوم شخصه. خب دی پولیسای هات دن دیپ گفانگن. در زوگ هلد این ماینز نیشت. اینجا فعلمون چیه؟ هالتنه، شده هلد. Der Zug hat in Mainz nicht gehalten. Ich rufe Gisela an und lade sie zum Essen ein. من به گیزلا زنگ میزنم، تلفن میکنم و برای غذا دعوتش میکنم. Ich habe Gisela angerufen und habe sie zum Essen eingeladen. ببین eingeladen باز اینجا جدا شدنیه، ein میاد بعد geladen. Der Herr nimmt den Hörer ab und sagt seinen Namen. آقای گوش رو بر میداره و اسمش رو میگه. Der Herr hat den Hörer abgenommen und hat seinen Namen gesagt. Hat seinen Namen gesagt و اسمش رو گفت. خب؟ Üben 3 bilden Sie das Perfekt. اینها بیشترشون با sein هستن. حالا ببینیم افعال چه افعالی هستن. Ich bleibe 3 Tage in Bremen. فعلمون چیه؟ bleiben هست. گفتم bleiben همیشه با sein میاد، با اینکه بی حرکته ولی همیشه با sein میاد. Ich bin، چرا bin؟ چون که ich هست. Ich bin 3 Tage in Bremen geblieben. Ich bin 3 Tage in Bremen geblieben. Herr Breuer stieg in Frankfurt aus. Wenn ich خودش گذشته است. خب گذشته است. شتیگن. شما دنبال شتیگ نگردین. اینجا که شتیگ هستش در واقع گذشته شتیگن. بلیب هم گذشته بلایبنه. پس شما باید از حفظ باشین گذشته رو، یه جایی ممکنش بر بخورید. خب هر رویا شتیگ این فرانکفورت آوس، آوس شتایگنه، آوس شتایگن، آوس شتایگن هم با زین میاد. میگیم هر رویا ایست این فرانکفورت آوس گشتیگن. هر رویا ایست این فرانکفورت آوس گشتیگن. در من rief laut. Der Mann hat laut gerufen. Gerufen یعنی فریاد زدن. فعلم rufen هستش، فریاد زدن. Der Mann hat laut gerufen. Das Kind erschrak sehr. فعلم erschrecken هست. Erschrecken یعنی ترسیدن، وحشت کردن. اینم با زنگ میاد. Das Kind ist sehr erschrocken. Ist sehr erschrocken. Wann kam denn Frau Müller aus Hamburg zurück? Zurückkommen. ببینید فعلم کامن گذشته شده، کام. حالا اینجا گذشته استفاده کرده ولی گفته به هر حال این جمله رو پرفکتش کنید. نه خودشون گذشته هستن. تروک کامه یعنی برگشتن، یعنی میگه خانم مولر که از هامبورگ برگشت. حالا میخواییم بگیم که برگشته هست، بگیم وان ایست، چون کامن هست و ما باید از فعل زین استفاده کنیم حرکتیه. وان ایست دن فرام مولر از هامبورگ تروک یک کامن، تروک یک کامن. ای کامن خالی بود میشه میشد gekommen، ولی zurück داره میشه zurück gekommen. Die Freunde gingen im Park spazieren. Die Freunde gingen، ببین gingen گذشته gehen هستش. Die Freunde، پس ما از sein استفاده میکنیم. Die Freunde sind im Park spazieren gegangen. Spazieren gegangen. Meine Eltern machten eine Reise und fuhren nach Italien. Meine Eltern haben eine Reise gemacht. چون machen دیه machen حرکتی نیستش. Haben eine Reise gemacht. یه سفری کردن. Und fuhren nach Italien.
زیند نختالین گفارن فورن گذشته فارن هستش اون زین نختالین گفارن پتا کام انسکینو کومن کومن کام گکومن کومن کام گکومن پتا ایست انسکینو گکومن دا لیف گراده دی وخنشاو دا هات گراده دی وخنشاو گلاوفن لیفن اسفل لاوفن هستش لیفن لاوفن خب البته لاوفن هم با زنگ میاد چون لاوفن هم با زنگ میاد دا ایست گراده دی وخن شو گلاوفن دا ایست گراده دی وخن شو گلاوفن Der Kaufmann schlief in dieser Nacht schlecht und ging am Morgen sofort zur Polizei. Der Kaufmann hat in der schlief gesagt, schlafen heißt es, schlafen. Der Kaufmann hat in dieser Nacht schlecht geschlafen und ist am Morgen sofort zur Polizei gegangen. ببینیم گیم گذشته گیهن هستش اوند ایست ام مارگن زفار سور پولیسای گگانگن گیهن گیم گگانگن ار هات دی اوه اون ساعت رو پس داد سروک گبن ببینید گاب سروک گبن پس دادن احادی او سروک گبن اون ساعت رو پس داد اون زکته اون حد که زکت زکته گذاشته زگن هست اون حد که زکت ایش وار دردی ایش بین دردی که ویزن فلمون زینه دیگه اینجا وار گذاشته زینه ich bin der Dieb gewesen من دزد بودم خب دوستانم از تمرین‌های پرفکت امیدوارم که کار بکنین کامل کار بکنین تا پرفکت واسهتون جا بیفته پرفکت واسهتون جا بیفته کامل واسهتون جا بیفته جلسه بعد انشالله راجع به افعال رفلکسی صحبت میکنیم خدا نگهدار تا جلسه بعدی